با ادامه خبر 8 باز هم خوش آمدید. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد در اجلاس شورای حقوق بشر این سازمان اقدامات سران امارات اسلامی در قبال رعایت نکردن حقوق زنان و دختران در افغانستان را نگران کننده خوانده. همزمان با این شمار دیگر از شورا کنندگان نشست هم بسته ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را یک مشکل نه بلکه یک تراژدی بزرگ عنوان میکند. امارات اسلامی اما پیوسته تاکید میکند که دولت سرپرست به حقوق تمامی شهروندان به خصوص حقوق زنان متعهد است. صحبت های داریم با مهمانان آقای سید جواد سجادی استاد پانتون و آقای سید جمال خورشید کارشناس مسائل سیاسی از تهران با ما هستند. خوش آمدید میگم مهمانان را به بحث. آقای سجادی اجازه بدید با شما آغاز بکنیم. آیا حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان واقعا نگران کننده است؟ آنچه که کمیشنر حقوق سازمان ملل حقوق بشر سازمان ملل به این موضوع پرداخته. سلام عرض ادب دارم خدمت شما مهمان حاضر در بحث و بینندگان محترم. ببینین وقتی ما سخن از حقوق بشر میزنیم و از حقوق بشر سخن به میان میآوریم، حقوق بشر یعنی حقوق اساسی و آزادی های اساسی که در اعلامیه حقوق بشر و در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همینطور در میثاق حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بیان شده است. ماده یک اعلامیه حقوق بشر بیان میکند که انسانها در به صورت آزاد به دنیا میآید و دارای حقوق برابر میباشد. اگر شما همین ماده را فقط هم کافی است از 30 ماده اعلامیه حقوق بشر همین ماده را در نظر بگیریم، در اینجا ابتدا زنان دارای حق و حقوق نیست و افزون بر اون اگر زنان را چشم کوشی بکنیم از این مقوله، اگر میبینیم که مردان هم دارای حقوق و آزادی های اساسی نیست و یک اقلیت بر مردم حکومت میکنند و اساساً قانون وجود ندارد و این قانون حاکمیت هست نه حاکمیت قانون که اساسا بر مردم دیکته می شود. یعنی ما عملا در افغانستان بر اساس سلیقه امارت روبرو هستیم که اونها سلیقه خود را قانون می داند و قانون را سلیقه خود می داند. در ماده 21 اعلامیه حقوق بشر آمده که اراده ملت و اختیار ملت اساس قدرت و منشأ قدرت است. و از این ماده که شما این ماده را وقتی مورد مطالعه قرار میدین و ملاق قرار میدین، باز هم میبینیم که اساسا ما با حکومت روبرو هستیم که در اونجا اختیار، انتخاب و اراده مردم دخالت ندارد. بنابراین ما به معنای واقعی جدای از مباحث ذهنی و فلسفی با نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان روبرو هستیم، هرچند سخنگویان و مقامات امارت اسلامی بارها این حرفها را رد کردند، ولی اساسا رد این حرفها و کتمان این واقعیتها درد را دوا نمی کنند. مشکل افغانستان مشکل نقض حقوق بشر است. 50 سال است که با جنگ، با منازعه، با خشونت، با درگیری روبرو هستیم و با قحطی و گرسنگی و آوارگی. اگر شما گوهر این همه منازعه و جنجال و جدال را در نظر بگیریم، میبینیم که اساساً گوهر اون نقض حقوق بشر است. بنابراین اگر ما به حقوق بشر توجه بکنیم و حرمت و کرامت انسانی را به رسمیت میشناسیم، به حقوق و آزادی های مردم اهتمام و احترام بورزیم، اساساً مشکل ما حل میشه. پس این که در افغانستان آزادی ها و حقوق اساسی مردم و به صورت کلی حقوق بشر به صورت گسترده نقض می شود، آزادی های زنان نقض می شود، آزادی های مردان نقض می شود و زنان حتی از آموزش که یک حق اولیه و یک حق بنیادین است من می شود، بنابراین این جای تردید وجود ندارد. میایم روی این موارد صحبت میکنیم آقای سجادی. ولی کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل خودش میآید در مورد افغانستان صحبت میکند، در مورد حقوق بشر صحبت میکنه در افغانستان، حتی بحث خانم ها را برجسته میکنه. زمانی که شورای حقوق بشر سازمان ملل میداند که در افغانستان
نقض حقوق بشر وجود داره، پس چرا اقدام نمیکنه؟ خب ببینین، ابتدا باید این بحث رو برجسته بکنیم که جامعه جهانی، شورای حقوق بشر و قدرت‌های بزرگ اساساً در رابطه با حقوق بشر گزینشی برخورد می‌کنند. برخی از موارد را برجسته می‌کنند و از برخی موارد دیگر شیمی‌پوشی می‌کنند. اونها در مورد حقوق زنان و آموزش زنان معمولاً مطالبی را مطرح می‌کنند و مواضع سفت و سخت را در پیش می‌گیرد. این امر در ذات خودش قابل قبول هست و مثبت هست، اما اساساً تنها نقض حقوق بشر مربوط به زنان نیست، مربوط به آموزش دختران نیست، بلکه آنچه که مهم هست ما با نقض آزادی‌ها و با نقض حقوق اساسی گسترده مردم روبرو هستیم. در افغانستان آنچه که فراموش شده، آنچه که از اون حرف به میان نمی‌آید، حق تعیین سرنوشت مردم هست، حق انتخاب مردم هست و حق اعمال ارادی مردم هست. بنابراین تا در افغانستان مردم حق نداشته باشد که در مورد سرنوشتشان اظهار اراده بکنند و در مورد آینده و سرنوشتشان اتخاذ تصمیم بکنند، اساسا ما با اون مشکلات روبرو هستیم. و مسئله زنان و آموزش زنان هم در همین جرگه قرار میگیرد. بله، این یک مسئله اساسی است که معمولا جامعه جهانی و قدرت‌های بزرگ در رابطه با نقض حقوق بشر با مماشات برخورد میکند، با اغماز برخورد میکند و به نحوی از آنها در این شرایط سخت مردم افغانستان را گویا تنها گذاشته. ممنون هستم که در مواردی از نقض حقوق بشر سخن به میان می آورد. بله، تشکر. تشکر آقای سجادی. آقای خورشید، پنجاهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در سوئیس برگزار شد. 50 کشور دنیا به شمول افغانستان در این نشست حضور داشتند. در این نشست از نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان صحبت های شد. اعلامیه که صادر شد یا صحبت هایی که شد تنها در حد محکومیت بود. چرا این شورا در قسمت افغانستان دوگانه برخورد میکنند؟ چون آقای سجاده امروش پرداخت. سلام بر شما و آقای سجادی و همکاران و بینندگان برنامه. ممنون. ببینید، داستان افغانستان چیزی جدیدی نیست. شما 50 کشور شرکتش را گفتین، اگر بالای 100 کشور هم شرکت کنند در جلسات متعدد و ابراز همدردی داشته باشند و نگرانی هایی را در پیوند به بحثی درون افغانستان اعلام کنند و کوچکترین اراده تغییر مثبت در درون افغانستان از طرف متولیان و مجریان صورت نگیره، باور ما است که هیچ نتیجه مثبتی را در قبال نخواهد داشت. بحث افغانستان قصهش یک مقدار پیچیده‌تر و بحرانی‌تر هست. بله. و نهادهای حقوق بشری همان گونه که به لحاظ نظری و تئوری و فلسفی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و کمیسیون مدنی و اجتماعی را که آقای سجادی بیان کردن، از 1949 تا اکنون ما بحثایی را زیاد داریم در مورد آزادی و عدالت اجتماعی و حق شهروندی و تساوی جنسیتی و یک مقدار بحثایی که شهروندان کشورها حق دارند تا استفاده کنند، تا وارد زندگی اجتماعیشان شوند و از این امتیازات بهره‌مند شوند. حالا ولی هازی عملی و کاربردی ما متاسفانه در جای خوبی قرار نداریم. شرایط زندگی ما شرایط بهتر نیست. امارت اسلامی نزدیک به 10 ماه میشه. در 10 ماه نیازمندی های اولی شهروندان افغانستان را حتی اجازه نمیتونن خودشان تأمین کنند. همه دروازه های دانشگاه ها و مکاتب و مدارس بسته. یک مقدار قیودات بسیار سختگیرانه سرید راه نیادهای حقوق بشری و حتی رسانه های محترم افغانستان و آزادی بیان اینا وضع شده است. فعلا ما عملا درگیر جنگ هستیم، عملا ساحات ما درگیر جنگ هست، عملا شهروند از رژیم و ساختاری به نام امارت اسلامی فاصله گرفته، ما در حاشیه مناسبات بین المللی هستیم، نهادهای سیاسی و دیپلماتیکی ما اعتبار و حیثیت حقوقی و سیاسیشان از دست دادن. شهروند افغانستان به عنوان شهروند آزاد و
عنوان انسان نه در درون افغانستان نه بیرون از افغانستان حرمت نمیشن. این همش برمیگرده به تحولات اخیر، آمدن رژیم جدید و ادامه سازوکارهایی که متاسفانه در این سازوکارها شهروند افغانستان دخالت آنچنانی نداشته. پس شما بحث حرمت گذاری به حقوق آموزش و تعلیم و تربیت دختران را یک طرف داستان ببینین، اینجا شهروندان با چیزی دیگری هم ضرورت دارن، با نیازمندی های دیگری هم اینا باید پاسخ مثبت داده شود. حالا ما نمیدانم که واقعا با چه روی کرده آدم صحبت کنه، چه طرحی را آدم بیرون کنه، کدام مشوره انسانی و عقلانی را آدم مطرح بسازه که این دوستان عملا در پذیرش این موارد کوشا باشند، خودشان از زحمت بتن. ما مشکل من کجاست آقای سخیزاده؟ اصلی مشکل نهادهای بین المللی با باز شدن مکاتب نیست، با پذیرفتن نسخه بنام امارت اسلامی است. اول جهان موضع گیری نهایی و استراتژی و صفی ذهنی و عملی شد در برابر این نسخه و واقعا نسخه پذیرفتنی است. مؤلفه ها و فکت های حقوقی نسخه چیز، ولی حاضر سیاسی چگونه یک نسخه هست، چقدر میتونه زمان ببره؟ و شما ولی حاضر علمی هم میبینین که اعتبار و مشروعیت نظام سیاسی بستگی داره بر بین المللی شدن نظام سیاسی. حالا که ما در افغانستان نه نظام سیاسی داریم، نه ساختار تعریف شده ای درست داریم، نه یک میکانیزمی هنوز متاسفانه عوض شده. همیشه حرف از صحبت در همیشه در رسانه ها صحبت شده، ولی شما درون افغانستان مطالعه کنین، جغرافیا افغانستان مطالعه کنین، خواهرای ما حق آزاد گشت و گذار ندارن، سرمایه گذارای ما در حال فرار هستند، همه دانشگاه ها متاسفانه حالت بحرانی آموزشی را به خود گرفته. پس نهادهای بین المللی دقیقا در 10 ماه ابتدایی ترین مأموریت و رسالتشون در قبال مردم دستاورده ها و فرصت های 20 ساله انجام ندادن. دلیل همین چیست آقای خورشید؟ من میخواستم همین مورد را از شما پرسان بکنم، چون ما دو قسمت از صحبت های نماینده رئیس جمهور مال در سازمان ملل و همچنان خانم سمیرا امیدی مسئول سازمان احوال ملل در افغانستان را من به شما نقل قول میکنم، بعد من پرسش خود را مطرح میکنم. نماینده جمهوری مالت در سازمان ملل گفتن که ما به شدت نگران حقوق زنان در افغانستان هستیم، ما از دولت سرپرست افغانستان میخواهیم که به حقوق زنان احترام داشته باشند. در کنار از این خانم سمیرا امیدی گفتن که بعد از حاکمیت طالبان تمامی آزادی های زنان افغان از پیششان گرفته شده، که این یک ضربه بسیار بزرگ در زمینه حقوق زنان در افغانستان است. حالا اینکه با توجه به خودشان میدونن که زنان افغانستان یا حقوق بشر در افغانستان در چه سطحی است، چرا نمیتونن بگیرن؟ افغانستان را فراموش کردن، توان تصمیم گیری را ندارن یا نمیخوان تصمیم بگیرن؟ توان آوردن هر تحول مثبت و منفی را در افغانستان اینا دارن. بله. قدرت بیشتر از انتظار من و شما دارن. اینها صلاحیت این را دارن که در افغانستان در یک ماه آینده بنیاد یک حکومت مدرن و مقتدر و با قاعده را اینا ایجاد کنن و پایه‌ریزی کنن. اما اگر همین کلمه دولت از آدرس این دوستان بین المللی به کار گرفته باشند، آدم باید تأسف کنه. وقتی حرف از دولت، حرف از حاکمیت، حرف از رژیم، حرف از ساختار، حرف از نظم میگیم، در درون از این هزار یک برداشت دیگری ایجاد میشه. یک شرایطی ناخواسته بدور از انتظار تحمیلی با خیانت ها و توطئه ها از طرف نیروهای درونی در افغانستان ایجاد شد که اصلا شهروند طرفش نیست، شهروند ملاکی قبول این دولت حاکمیت نیست. اگر واقعا نهادهای بین المللی نگرانی خانم های افغانستان دارن، پس خانم های افغانستان انسانن، درس خواندن، زحمت کشیدن، آموزش دیدن، اینا کار کردن، حرفه به دست آوردن. حالا از یک حرف شما بسیار بجاست که چرا دوگانه بازی میکنن. دوگانه بازی کردن نهادها و کشورهای بیرونی با جغرافیای به نام افغانستان همش بستگی داره بر میزان برخورد و داشتن یک دیپلماسی در درون افغانستان، که ما واقعا به سمت ملت شدن روان هستیم یا نه، ما بنیاد یک دولت با قاعده را گذاشتیم یا نه، ما یک رابطه ارگانیک و انسانی بین نظمی که شکل گرفته که این نظم منفی یا مثبت از با شهروندان و ملت افغانستان ایجاد کردیم یا نه،
مباحث بسیار روشن است، بسیار واضح است. پس جهان در برابر افغانستان قطعا رسالت درستش انجام نداد. شهروند افغانستان هم در ابهاماتی از قضایای سیاسی و امنیتی قرار داشت. امروز قربانی اصلی هم باز مردم هست. این نگرانی را در برابر خواهران و خانم‌ها مطرح می‌سازند. این بر زعم خودشان ناشی از حس انسان دوستی و حمایت برنامه‌های ارتقای ظرفیت در قبال خواهران، در حالی که نزدیک به 30 میلیون جمعیت افغانستان فعلا زندگی خوبی ندارن. تشکر. و متاسفانه ما در شرایطی نیستیم که این شرایط از طرف ما، از طرف مردم و از طرف جهان و منطقه پذیرفتنی باشه. ممنون هستم آقای خورشید. آقای سجادی، حالا با توجه به این که جهان نگران حقوق بشر در افغانستان است، ولی امارات اسلامی نسبت به این مسئله بسیار خونسرد است. حالا در تازه ترین مورد هم آقای بلال کریمی معاون سخنگوی امارات اسلامی اونا گفتن که امارات اسلامی بر رعایت حقوق همه شهروندان متحد است و در کنار از او بیشتر از هر زمان دیگر شهروندان در کشور محفوظ است. نسل آینده ملامت و سلامت را چگونه از هم تفکیک بکنه؟ سوال بسیار بنیادین است. ببینید یک مقایسه بکنیم بین ایران، پاکستان و افغانستان. به حال ما در همسایگی دو همسایه هستیم که الان دارای یکیش دارای سلاح هسته‌ای هست و یکیش دارای فناوری و دانش هسته‌ای. در ایران که دارای دانش هسته‌ای هست، 60% دانشجویان را زنان دختران تشکیل می‌دهد. 40% دختران که فارغ التحصیل میشه وارد بازار کار میشه. از کل نیروی کار ایران 19% نیروی کارش زنان است. در پاکستان 26% نیروی کار پاکستان را زنان تشکیل می‌دهد، جایی که اساسا طالبان اسلام خودش را از اونجا آورده. و در مناطق شهری تقریبا آمار ورودی دانشجویان برابر است، یعنی 50-50 است. 50% دختران، 50% در پسران. یعنی ما در همسایگی دو تا کشور زندگی می کنیم که دارای فناوری و تکنولوژی هسته‌ای هست، ولی ما دارای تکنولوژی نان پیدا کردن نیستیم. این به کجا برمیگرد؟ این به برمیگردد به آموزش، به تحصیلات. بنابراین شکوفایی اقتصادی، توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی رابطه مستقیم دارد با دانش زنان، با تحصیلات زنان. اگر زنان از آموزش محروم شود و دختران از تحصیل محروم شود، یعنی اینکه رویا آینده افغانستان نابود شده و ما داریم بسن با دست خود، یا به عبارت دیگر امارت با دست خودش به صورت دانسته یا نادانسته آینده افغانستان را نابود میکنه. همچنان که ما الان در یک شرایط فروپاشی قرار داریم. همین الان در گزارش هایی هست که برخی از مردم، پاره ای از مردم به سراغ نان خوش می رود و اونها را پیدا می کند و می خرد. این بسیار بسیار تحقیرآمیز هست برای کرامت انسانی، برای عزت انسانی و برای یک فرد، برای یک فرد و شهروند افغانستان. بنابراین اگر امارت یا به صورت کلی اگر ما در افغانستان به دنبال عزت و آبرو و کرامت و حیثیت و شرافت هستیم و به دنبال این هستیم که یک افغانستان با ثبات، با آبرو و با شهروندان با افتخار داشته باشیم، این الزاماً از تونل آموزش عبور میکند. پس اگر امارت اساساً در واقع جلو آموزش را بگیرد و محدودیت های را اعمال بکند، چه در قسمت مردان و چه در قسمت زنان، و اساساً به خواسته های مردم، به مطالبات مردم، به نیازهای مردم توجه نکند، قهرن تاریخ افغانستان درباره تا کسانی که تصمیم های ناعادلانه ای را میگیرد و چنین تصمیم های غیر واقعی را میگیرد، خب قضاوت نخواهد کرد. پس بنابراین جدای این که ما از جامعه جهانی انتظار داریم، جدای این که ما از نهادهای حقوق بشر انتظار داریم که باید در قبال نقض حقوق بشر، باید در قبال آموزش زنان و دختران رسالت خود را انجام بدهد و در واقع واکنش نشان بدهد، امارت اسلامی هم برای این که خودش را متعلق به این سرزمین میداند
باید در قبال آینده افغانستان، باید در قبال آینده زنان و دختران احساس مسئولیت بکنن و فکر بکنن و بیاندیشن به توسعه دیگر کشورها بیاندیشن. اساسا اگر کشورهای غربی را اونها ملاک قرار نمیدهند و استثناء میکنن، به کشورهای اسلامی توجه بکنن. هر کشور اسلامی که به توسعه دست یافته، به آموزش دست یافته، به رفاه دست یافته، اساسا ما میبینیم که در اونجا زنان و دختران دارای و نقش فعال هستند و آزادی های اساسی به رسمیت شناخته شده. این که سخنگویان طالبان واقعیت ها را انکار می کنند، این واقعیت ها اساسا ره به جایی نمی برد و مشکل را حل نمی کنند. پس برای اینکه امارت بخواهند باید مشکل را حل بکنند، باید واقعیت ها را بپذیرند و برای واقعیت ها و برای بحران ها یک نسخه شفا بخش را تجویز بکنند و از نیرو و توان مردم هم استفاده بکنند. ممنون است آقای سجادی. آقای خورشید، حالا آقای سجادی میگه که امارات اسلامی خواسته یا نخواسته افغانستان را میبره به طرف نابودی. شما اگر روی حل را بگوین در چنون یک شرایطی که حالا جهان افغانستان را به زیر ذره‌بین برده، امارات اسلامی چی باید بکنه و چی باید نکنه؟ امارات اسلامی که فکرشان و برنامه و استراتژیشان در 30 سال و 40 سال حداقل در 10 ماه اخیر ثابت شد، علاوه که رابطه امارات اسلامی با جهان چیست، اینا میگذاریم بر برخورد خودشان و نوع تعامل خودشان و فیصله های کشورهای جهانی. کلانترین ضعف حکومتداری، اگر نگویم برخورد روزمرگی امارات اسلامی با مردم، بحث برخورد قومی است. در افغانستان اگر نگاه این باشه که اکثریت و اقلیت وجود داره، کل هم‌مقام قدرت و ثروت در افغانستان بستگی داره یا منوط از بر یک قوم محدود، در 200-300 سال اخیر این باور نتیجه نداده. کلانترین شهامت و جسارتی را که امارت اسلامی انجام میده در همچون یک شرایطی است که همه مردم را با همه خواسته ها، با همه نیازمندی ها، با همه باور و خنجرها و عقایدش بپذیره. یک حرمت تک تک شهروندان افغانستان در هر سطح و مقطع و جغرافیا و شهرستان هایی که هستند داشته باشه. بله. امتیازات یک شهروند داره در کارهای خصوصی مردم، در حریم خصوصی مردم هیچ نوع حق تداخل و مداخله را برای خودش نداره، این لایی که کاری نظارت ها و اینها صورت میگیره. هزاران کار مثبت و انسانی در افغانستان وجود داره که امارت اسلام میتونه انجام بده، از خودش یک تصویر خوب و مثبتی را بیرون بده، جهان آهسته آهسته اینها را به رسمیت بشناسه و بحثی که با منطقه و جهان چی تعاملی داره ایره میگذاریم بر آینده. اما ما فکر میکنم که آقای سجادی هم گفتن بله افغانستان بحرانی هست، به سمت بحرانی شدن میروه. بله. ما در حاشیه مناسبات بین المللی هستیم، کشورهای خارجی احتمال مداخله و حضور پررنگ نظامی و سیاسی خود را در آینده های نزدیک در درون افغانستان دارند. جریانات قدرتمند سیاسی که متعلق بر اقوام شریف افغانستان هستی که اینو در مهاجرت و تبعید و در جنگ های خانمانسوز در درون افغانستان بسر میبرند، اینا آرام نیستند. اگر نگاه طالبان و امارت این باشه که حاکمیت مطلق از آن ماست، هیچ گروهی جز ما حق ادامه حیات و زندگی را در افغانستان نداره، یک باور کاذب هست، محکوم هست، به جایی نمیرسه، منتفی است، از بنیاد با عدالت و برخورد و معاشرت انسانی این اصل مشکل داره. پس امارت اسلامی در 10 ماه کارهایی را که انجام میداد نداد، برخورد سالمی را که از خودشان ارائه میکردن نکردن. هر روز میزان نفرت مردم بیشتر شده میرود. پس شما هیچ انتظاری مثبت و نیک از گروهی به نام طالبان در پیوند با آوردن یک صلح سرتاسری و برقراری یک نظم متعادل و کارآمد در افغانستان نداشته باشین. تشکر. آهسته آهسته افغانستان به سمت تعیین سرنوشت خودش میرود، بقیه اقوام هم دارن کار میکنن، دارن زحمت میکشن و امیدوار هستیم که ما با فرداهای خوبی
نایل بیایید. تشکر. تشکر آقای خورشید. هرچند تلاش کردیم که یکی از اعضای امارات اسلامی را در این بحث داشته باشیم، ولی در همین اواخر دسترسی به افراد امارات اسلامی یا سخنگویانش بسیار محدود شد. ما هرچند تلاش میکنیم چون این بحث ها بسیار مهم است در مورد آینده افغانستان، ولی هرچند اونا گاهن تماس های ما را جواب نمیتن و گاهن هم اگر جواب بتن یا در سفر میباشن یا مریض میباشن یا در جلسه میباشن. به هر حال ممنون هستم از آقای سید جواد سجادی و آقای سید جمال خورشید. سپاسگزار. ممنون هستم. ممنون که بیننده خبر 8 بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.